نخست وزیر پاکستان در تهران برای میانجیگری بین ایران و عربستان. روحانی میگوید کمک میکنیم تا صلح و ثبات به منطقه برگردد. دو هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سازمان ملل از همه طرف‌ها خواست حافظ رأی مردم باشند. و دست کم 30 کشته در بزرگترین طوفان دهه‌های اخیر ژاپن، ارتش به کمک سیل‌زدگان رفت. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش زنده خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ترکیه میگوید تهدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی باعث توقف حمله به شمال شرق سوریه نخواهد شد. رجب طیب اردوغان همچنین پیشنهاد میانجیگری کشورهای دیگر برای صلح با کردها را رد کرده. ترکیه و شبه نظامیان متحدش چند روزی است که مناطق تحت کنترل کردهای سوریه را هدف گرفتند. همزمان از سوریه گزارش شده که گروهی از داعشی‌ها و صدها نفر از خانواده‌هایشان از زندان‌های تحت کنترل کردها فرار کردند. شبه نظامیان کرد پیشتر هشدار داده بودند که با شدت گرفتن حمله ترکیه نمی‌توانند از این زندان‌ها به خوبی محافظت کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد. خط مقدم در نبردی که هر روز شدت بیشتری میگیرد. شمال شرق سوریه شهر تل ابیب است. کمیان طرفتر شبه نظامیان سوریه مورد حمایت ترکیه که خود را ارتش ملی سوریه مینامند دیروز وارد شهر استراتژیک رأس العین شدند. در تلاش برای کوبیدن مهر تسلطشان بر منطقه ای که کردها در حال از دست دادنند. نیروهای آمریکایی از اینجا دور نیستند، اما سلاح‌هایشان را زمین گذاشتند. اقدامی که کردها متحد آمریکا در جنگ با داعش خیانت می‌دانند. رئیس جمهوری آمریکا که این روزها سرگرم تبلیغات انتخاباتی است، برای چندمین بار از تصمیمش دفاع کرده. وقتی ما نمیتونیم از مرزهای خودمون محافظت کنیم، به نظرم لزومی نداره تا 50 سال آینده سربازای ما مسئول حفاظت از مرز ترکیه و سوریه باشن. من به دولت ترکیه هشدار دادم که باید به تعهداتشون عمل کنن، از جمله حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و نگهبانی زندان‌هایی که اعضای داعش در اون محبوسن. در غیر این صورت به سرعت تحریم‌های اقتصادی شدیدی بر ترکیه اعمال می‌کنیم. زندانیان داعشی و خانواده‌هایشان اما فرصت را غنیمت شمردند. اینجا زندانی در نزدیکی شهر قامیشلی است. تصاویر دوربین مداربسته از زندانیان داعشی که در حال فرارند. بعد از اینکه خمپاره‌ای به حیات این زندان اصابت کرد و باعث همهمه و آشوب شد. کردها میگویند صدها نفر از همسران و فرزندان داعشی‌ها هم از اردوگاهی در شمال سوریه فرار کردند. حادثه ای که نیروهای دموکراتیک سوریه پیشتر درباره خطر آن هشدار داده بودند. ترکیه زندانهایی را که زندانیان داعش در آن بودند هدف گرفت و گذاشت این زندانیان فرار کنند. داعش هم در عوض به ترکیه کمک کرد و دو خودرو بمبگذاری شده را در حسکه و قامیشلی منفجر کرد. حمله ترکیه خطر احیای داعش را به واقعیت تبدیل کرده. ما در حال حاضر در دو جبهه می جنگیم، علیه حمله ترکیه و علیه داعش. شبه نظامیان سوریه مورد حمایت ترکیه میگویند 30 کیلومتر در خاک سوریه پیش رفتند و چندین نقطه استراتژیک و ده‌ها روستا را تصرف کردند. این تصاویری است که گفته می‌شود از حمله به خودروی یک فعال حقوق بشر کرد منتشر شده. هروین خلف، دبیر کل حزب آینده سوریه. گزارش شده که نیروهای وابسته به ترکیه خانم خلف و 8 نفر دیگر را اعدام کردند. ادعایی که این شبه نظامیان تکذیب می‌کنند. عملیات ترکیه در همین چند روز گذشته جان ده‌ها نفر را گرفته و بیش از 100 هزار نفر را آواره کرده. این زن از رأس العین فرار کرده با فرزند خردسال و بیمارش. میگوید دخترک 4 روز است که چیزی نخورده و جانی در بدن ندارد. ناگزیر از ترک شهری که همچنان زیر آتش ترکیه است، در جنگی که به سرعت به پیش می‌رود. باران عباسی،
بی بی سی. اجازه بدید بریم به شمال شرق سوریه، شهر تل ابیض. تصاویر زنده دارید میبینید از شهر تل ابیض، شهری که سال 2013 در اختیار داعش افتاد و دو سال بعد از اون در سال 2015 نیروهای کرد با حمایت آمریکا تونستند اون را از دست داعش در بیارن. حالا باز در این شهر جنگ و درگیری در گرفته و گفته میشه که 30,000 نفر در این شهر زندگی میکنن که حالا در واقع آواره شدن به نوعی. اما همزمان وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که به دستور رئیس جمهوری این کشور هزاران نفر از نیروهای آمریکا از شمال سوریه خارج میشن. این تصمیم با انتقادهای زیادی از سوی دو حزب عمده آمریکا مواجه شده. سام فرزانه همکارم از واشنگتن با ماست. سام، همزمان میدونم که آقای ترامپ هم توییت کرده و در این توییت به نوعی دوباره تاکید کرده که کردها رو عملاً رها کرده. کمی از اون صحبت ها بگو و همینطور از اون چه که آقای مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته. حتما همونطور که در گزارش باران هم بود، آقای ترامپ کم نمیگذاره در تعریف کردن از تصمیم خودش. از جمله اینها توییت هایی است که امروز صبح یکشنبه نوشته و توی اونها از حرکت به قول خودش هوشمندانه آمریکا دفاع کرده که از این منطقه داره خارج میشه. آقای ترامپ نوشته که مدت ها ترکیه و کردها با هم سر جنگ دارند و گفته که ترکیه گروه پی‌کی‌کی رو یکی از گروه های تروریستی میدونه و از اینجا نتیجه گرفته که خب حالا این یک جنگ بدون انتها و بدون خاتمه است و گفته که چه بهتر که آمریکا خارج از چنین جنگی باشه. و این وسط ماجرای عراق رو هم به یاد بقیه آورده، کسانی که آمریکا رو گفته که به جنگ در عراق بردن، اونها حالا یک جنگ دیگر هم میخوان. همه اینها رو گفته، اما بعد از اینها یک توییتی هم نوشته در مورد مهمترین متحد خودش در سنای آمریکا، سناتور لینزی گرام، که خیلی با او مخالفت کرده درباره سیاست‌های مربوط به سوریه و کردها و گفته که داریم در مورد تحریم‌های بیشتری که ممکنه علیه ترکیه وضع بشه کار می‌کنیم و به دقت این ماجراها رو زیر نظر داریم. اما همونطور که خودت هم اشاره کردی، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که حدود 1,000 نفری از نیروهای آمریکایی رو دارن از شمال سوریه خارج میکنن. آقای وزیر دفاع آمریکا اسپر یک لحظه فراموش کردم اسمش، آقای اسپر گفته که این نیروهای در واقع دموکراتیک سوریه اینها دارن یک جوری هماهنگ میشن، یک جوری همپیمان میشن با نیروهای سوریه و روسیه و از طرف جنوب دارن به سمت شمالی میان که حالا از سمت شمال هم نیروهای ترکیه دارن میان و گفته که نیروهای آمریکایی یک جوری انگار بین این دوتا گیر کردن و حالا دارن سعی میکنن که در یک مدت زمانی که نگفت چقدر طول خواهد کشید ولی گفتش که به دقت سعی میکنن از اینجا خارج بشن از این منطقه و دقت هم خواهند کرد که خروج اونها باعث درگیری های بیشتر نشه. همچنین او گفت که از اتفاقی که داره میفته برای کردها آگاه از دولت آمریکا و به دقت اینها رو مد نظر داره و به ترکیه هم گفته شده از سوی دولت آمریکا که اینها باعث در واقع یک جوری تنش بین ایالات متحده و ترکیه خواهد شد. سام، خودت هم اشاره کوتاهی کردی ولی مخالفت ها با این تصمیم آقای ترامپ هم کم نیست. اما به نظر میرسه که کاری که دارن انجام میدن اینه که به نوعی دارن کاخ سفید داره جمهوری خواهان رو به سمت خودش میاره. یکی دوتایی از مصاحبه های مجله های خبری روز یکشنبه رو من نگاه میکردم در تلویزیون های مختلف آمریکا، جمهوری خواهانی که الان سر کار هستن، یعنی یا مثلا در کنگره آمریکا هستن، در دولت هستن، اینها وقتی که باشون مصاحبه میکنی همشون یک ایده رو دارن سعی میکنن جا بندازن و اون این که آمریکا گیر کرده بین دو همپیمان، از یک طرف با کردها همپیمان، از یک طرف ترکیه عضو ناتو
ناتوه و عملا میگن که آمریکا چاره ای نداره که بگذاره دو همپیمانش، دو دوستش خودشون مشکلات خودشون را حل بکنن و میگن که آمریکا نمیتونه که این وسط رو بگیره. اما جالبه که مثلا وزیر دفاع پیشین خود آقای ترامپ وقتی از او پرسیدن که چه فکر میکنی، گفت که برای حل کردن مسائلی از این دست احتیاج هست به این که اعتماد به آمریکا وجود داشته باشه و اون اعتماد الان از بین رفته. ممنون از سامسام فرزانه همکارم از واشنگتن. اما جواد طالعی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان به ما پیوسته. آقای طالعی، صحبت‌های مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا شرایط رو کم و بیش برای کردها دیگه تکلیف رو روشن کرده، یعنی اون میگه که آخرین نیروهای مستقر در آمریکا هم حالا خارج میشن و دلیلش هم گفته این هست که ترکیه عملا اون حوزه‌ای رو که داره حمله درش انجام میشه خیلی بیشتر از اونی حالا گرفته که قبلتر اعلام کرده بود و به نوعی اونها ترس دارن که نیروهای آمریکایی اینجا آسیبی ببینن. چه شرایطی فکر میکنید این مسئله کردها رو باهاش مواجه خواهد کرد؟ این قابل پیش بینی بود، تازگی نداره. آمریکا از چند روز پیش اعلام کرد که نیروهاش از شمال سوریه بیرون میبره و این به معنی محاصره کامل کردها از طرف دولت ترکیه هست. ارتش ترکیه باید دید که روندی که بین کردها و متاسفانه دولت سوریه پیش میره به کجا میانجامه. آیا در نهایت خطر بزرگی که کردها رو تهدید میکنه مجبورش رو خواهد کرد که با نیروهای سوریه متحد بشن و روسیه یا نه؟ ولی به هر صورت در حال حاضر همه قرائن نشون میدن که کردها تنها موندن و نه اروپا و نه امریکا کاری برای اونها نمیتونه بکنه یا نمیخواد بکنه. و عملا فشارهای بین‌المللی نتیجه نخواهد داد؟ به نظر من نه، به خاطر اینکه اروپا و امریکا فقط تهدید کردن. مثلا چند کشور اروپایی تو همین امروز از جمله آلمان و فرانسه تهدید کردن که ترکیه رو تحریم تسلیحاتی خواهند کرد، ولی این مشکل رو حل نمیکنه، برای که در حال حاضر ترکیه مشغول پیشروی است در خاک سوریه و چه تسلیحاتی به لحاظ تسلیحاتی تحریم هم بشه چیزی از کارش کم نخواهد گذاشت، پیشروی خواهد کرد. یک عمل قاطع و فوری که مانع از جنگ بشه و آتش بس اعلام بکنه متاسفانه نشونش رو نمیبینیم. شورای امنیت سازمان ملل هم فعلا سکوت کرده، کاری نکرده و من هیچ امیدی به این ندارم که در روزهای آینده اقدام مؤثر و مفیدی صورت بگیره. اگر این جنگ به نوعی فرسایشی بشه چی؟ یعنی اونطور که مثلا پیش بینی میشد کردها بتونن چند هفته یا چند ماهی دوام بیارن؟ متاسفانه چیزی که میشه پیش بینی کرد با توجه به عدم توازن قوا و با توجه به اینکه کردها تنها پشتیبان واقعی خودشون یعنی ارتش آمریکا را از دست دادن، اگر این جنگ فرسایشی بشه من با تأسف باید عرض کنم که احتمال تکرار یک فاجعه انسانی و یک به اصطلاح قتل عام در منطقه وجود داره و کردها قربانی این جنایت بزرگ خواهند بود. و پیوستن این گروه در واقع شبه نظامی سوری به ترک‌ها رو چطور میتونید تحلیل بکنید؟ گفته میشه گروهی پیوستن و دارن همزمان از طرف ترکیه اونجا علیه کردها میجنگن. بله، ببینید ترکیه اگر همون منطقه رو اشغال بکنه یا تصرف بکنه امکان موندن همیشگی در اونجا رو نداره. ترکیه خواستار یه منطقه امنه برای اینکه از طرف کردهای سوریه و عراق مورد حمله قرار نگیره و این منطقه امن رو احتمال داره در آینده بسپره به دست گروه‌های اسلامی طرفدار خودش که اونها جای کردها رو در منطقه بگیرن، مسلح هم میکنه اونها رو، امکانات مالی هم بهشون میده تا بتونه منطقه تحت حفظ خودش رو به جای اینکه به طور مستقیم در اونجا حضور داشته باشه به یک ارتش نیابتی یعنی گروه های اسلامی دست نشانده خودش در خاک سوریه بسپره. ممنون از اتمای طالعی. جواد طالعی روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما. نخست وزیر پاکستان در تهران با رهبر و رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد. عمران خان میگوید دلیل اصلی سفرش به ایران جلوگیری از وقوع جنگ بین ایران و عربستان است. آقای خان بعد از این دیدارها برای گفتگو با مقام های سعودی راهی عربستان می شود. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان با مقام های ایران.
مأموریت میانجیگری بین تهران و ریاض. پیام دعوت به دوستی. Mr. President, we have Iran as our neighbor. آقای رئیس جمهوری، ایران همسایه ماست و دوستی با ایران قدمتی تاریخی دارد. عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما نمی‌خواهیم بین ایران و عربستان سعودی تقابلی رخ بدهد. می‌فهمیم که موضوع پیچیده است، اما معتقدیم می‌شود با گفتگو مشکل را حل کرد. آنچه که هرگز نباید اتفاق بیفتد جنگ بین ایران و عربستان است، چرا که چون این درگیری بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد و فقر را در جهان گسترش می‌دهد. و این شرط حسن روحانی برای گفتگو با ریاض و البته تایید ضرورت حل اختلاف‌ها. آقای نخست وزیر راجع به امنیت منطقه حساس خلیج فارس نکاتی داشتند که ما هم اون رو تایید می‌کنیم. کلید حل و فصل مسئله پایان یافتن جنگ یمن، آتش بس فوری و کمک به مردم یمن هست که این میتونه آغاز بسیار خوبی باشه. عمران خان پیام کشوری دیگر را هم برای ایران آورد. او با اشاره به دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که آقای ترامپ خواستار میانجیگری پاکستان برای باز شدن راه گفتگو با تهران شده. حالا اما میانجیگری در روابط ایران و عربستان بر مسائل تهران واشنگتن سایه انداخته. موضوعات منطقه‌ای و هرچند ایران پیشتر گفته بود که به میانجیگری نیاز ندارد و آماده مذاکره با عربستان است. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چه با میانجی چه بدون میانجی همیشه آماده هست که با همسایگان خودش از جمله با عربستان سعودی گفتگو بکنه، اگر سوی تفاهمی هست برطرف بشه. این دومین سفر عمران خان به ایران است و دیدار با رهبر ایران در برنامه اوست. چیزی که یادآور میانجیگری های اخیر مانند تلاش نخست وزیر ژاپن برای بهبود رابطه تهران با واشنگتن است. قرار است آقای خان بعد از ایران به عربستان سعودی برود. انگیزه پاکستان برای بازی کردن نقش میانجیگر منطقه‌ای تقریبا مشخص است. حدود 2.5 میلیون پاکستانی در عربستان سعودی زندگی می‌کنند و این کشور رابطه اقتصادی گسترده‌ای با ریاض دارد. منافع ملی پاکستان در دوستی با عربستان است. همزمان پاکستان همسایه ایران و حافظ منافع این کشور در آمریکاست. هر گونه تنش بین عربستان و ایران بر مناسبات سیاسی اقتصادی اسلام آباد تأثیر جدی می‌گذارد. رابطه بین ایران و عربستان سالهاست پرتنش است. رابطه دیپلماتیک دو کشور پس از حمله 3 سال پیش به سفارت عربستان در تهران قطع شده. تنش بین این دو در چند ماه اخیر پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان ملتهب تر شده و حالا شرایط امنیت در منطقه نگران کننده است. این فصلی جدید در روابط پرفراز و نشیب ایران و عربستان است، با نقش آفرینانی جدید و شاید سرانجامی متفاوت. شیدا هوشمندی، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای روز. رئیس جمهوری ترکیه با رد پیشنهاد میانجیگری بین‌المللی برای صلح با کردها گفته تهدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی باعث توقف عملیات نخواهد شد. عمران خان در سفر به تهران خواهان گفتگوی ایران با عربستان و آمریکا شد. در ادامه برنامه اطلاعات شخصی، بهایی که برای استفاده از اینترنت می‌پردازیم. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای دخیل در انتخابات ریاست جمهوری خواسته حافظ رأی مردم باشند. یوناما همچنین گفته که آنها قبل از اظهار نظر باید درک دقیقی از روند شمارش آرا داشته باشند. از کمیسیون‌های انتخاباتی هم خواسته شده اطمینان دهند که اطلاعات از روند شمارش آرا در اختیار همگان قرار می‌گیرد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید انتقال اطلاعات از دستگاه‌های بایومتریک به مرکز اصلی جمع‌آوری داده‌های انتخاباتی آغاز شده. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ماست. علی، وقتی که در واقع نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگه که باید از روند شمارش آرا اطلاعات دقیقی در دست باشه، منظور چیه دقیقاً؟
ببینید، اعلامیه امروز نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما یک روز پس از اتهام و ادعای یکی از ستادهای انتخاباتی مطرح میشه. اسدالله سعادتی نامزد عبدالله عبدالله، یکی از چهرهای شناخته شده و نامزدان شناخته شده انتخابات ریاست جمهوری، دیروز اتهام بست به کمیسیون انتخابات و گفت که این کمیسیون با تبانی با ارگ ریاست جمهوری در صدد هستن که آرای باطل رو وارد سیستم شمارش آرا بکنه. یک، و ادعا کرد که کمیسیون تفکیک نمیکنه آرایی که ثبت دستگاه بیومتریک شده با آرایی که ثبت نشده. بعد از آن امروز یوناما گفته که باید قبل از اینکه اظهار نظر میکنن از روند انتخابات و شمارش آرا اطلاعات دقیق داشته باشد. در این حال به نظر میرسه که یوناما نسبت به این انتخابات ریاست جمهوری که 6 میزان برگزار شد خوشبین به نظر میرسه، چرا که در اعلامیه امروزش تاکید داشت و گفت که سازمان ملل متحد دریافته که کمیسیون های انتخاباتی، مقامات انتخاباتی افغانستان اقدامات بیشمار ضد تقلبی را روی دست گرفته. به نظر میرسه اعلامیه امروز کمیسیون امروز یوناما پاسخ باشه به همین ادعاهایی که علیه کمیسیون و روند شمارش آرا مطرح میشه. و میدونیم که چند روزی باقی بیشتر نمونده به در واقع اون زمانی که اعلام شد که قرار هست که نتایج اعلام بشه. فکر میکنید به کجا رسیده اون روند؟ خب قرار است آنطور که گفته شده نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان مهر اعلام شود. حالا دو نظریه است. برخی به این نظر هستند که در این تاریخ اعلام نخواهد شد، میافته تعویق، میافته یک هفته در کمیسیون مستقل انتخابات، اما میگه که نتایج انتخابات ابتداییش دقیقاً در 27 میزان اعلام میشه، چیزی که امروز کمیسیون انتخابات اعلام کرده. اما در اینجای کار فعلا در کجا قرار داریم؟ کمیسیون امروز چه کاری را آغاز کرد؟ انتقال داده های آرا از حافظه های دستگاه های انتخاباتی که در روز انتخابات مشخصات رای دهندگان ثبت شده بود او را آغاز کرده که وارد سیستم اصلی شمارش آرا کنه. به گفته کمیسیون این روند حدود 2 روز در بر میگیره، بعد از آن روندهای دیگری است که تصفیه میکنه آرا را و در نهایت اعلام میکنه. به هر حال کمیسیون در عین حالی که میگه در 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام میکنه، برخی از داخل خود همین کمیسیون انتخابات به BBC گفتن که احتمال داره یک هفته تعویق بیفته. حالا منتظر باشین در 27 میزان. ممنونم از عدلی علی حسینی، همکارم از کابل. طوفانی کم سابقه همراه سیل‌های ویرانگر در ژاپن حدود 30 کشته به جا گذاشته. 10 نفر هم ناپدید شدند. طوفان هاگیبیس حالا از ژاپن عبور کرده، اما کار جستجوی قربانیان و تأمین غذا و سرپناه برای سیل زدگان ادامه دارد. بیش از 100,000 امدادگر و نیروی ارتش به کمک آنها رفتند. مهرداد کهنروز گزارش می‌دهد. ژاپن طوفان هاگیبیس را از سر گذراند، ولی به بهای زیر آب رفتن مناطق وسیعی از منطقه فوکوشیما. این افراد بخشی از 110,000 نیروی امدادی هستند در جستجوی آنهایی که خانه‌های خود را تخلیه نکردند و حالا گرفتار شدند. کسانی که از در بیرون نرفتند ولی حالا ناگزیرند از پنجره تخلیه و به نقطه امن برده شوند. اما تا نرسیدن به نقطه امن هر اتفاقی ممکن است. یک نفر از میان دست کم 20 نفر قربانیان سیل هنگام انتقال با بالگرد از طناب رها شد و سقوط کرد. ولی بدون عملیات امداد خشم طبیعت اینجا به پیر و جوان رحم نمی کرد. یک خانه سالمندان تخلیه می شود. تا کنون 135,000 نفر در سرپناه های امن اسکان داده شدند. برای 7 میلیون نفر هم فراخوان غیر اجباری تخلیه داده شده. با این اطمینان خاطر از طرف نخست وزیر، برای روح درگذشتگان و سلامتی سیل‌زدگان دعا میکنم. علاوه بر پلیس 27,000 نفر از پرسنل گشت دریایی و سازمان آتش نشانی به منطقه اعزام شدند تا عملیات امداد را انجام بدهند. دولت تمام تلاش خود را صرف تسهیل این عملیات میکند. از دیروز بادی با سرعت 216 کیلومتر در ساعت به سمت ژاپن حرکت کرد و آب رودخانه چیکوما نشانه‌های یک طوفان بزرگ را داشت. طوفانی که برق را قطع و قطارهای سریع و سر ژاپن را زمین گیر کرد. تنها نقطه مثبت طوفان هاگیبیس این بود که از در نوردیدن پایتخت ژاپن صرف نظر کرد. مهرزاد کهنروز، BBC.
هر بار که نرم افزار جدیدی نصب می‌کنیم درباره شرایط استفاده رضایت‌نامه‌ای از ما می‌گیره، یا وقتی به وبسایتی سر می‌زنیم نحوه استفاده از اطلاعات شخصی ما رو توضیح میده و از ما می‌خواد روی دکمه‌ای کلیک کنیم و موافقتمون رو اعلام کنیم، اما ما هم معمولاً کلیک می‌کنیم، اما آیا واقعاً می‌دونیم به چه چیزی رو داریم باهاش موافقت می‌کنیم؟ به این ترتیب معمولاً اطلاعات شخصی ارزشمندی رو به رایگان در اختیار اون وبسایت یا اون نرم افزار قرار میدیم، متایی که به گفته امول راجان از سردبیران بی بی سی ارزشش رو به افزایش. عده خیلی کمی از ما وقتی اطلاعات شخصی من را در فضای آنلاین ارائه میکنیم اصلا فکر میکنیم که داریم چه چیزی را قبول میکنیم. دور تا دور ما را دستگاه‌هایی گرفتند که ما را از خودمان هم بهتر میشناسند. الکسا امروز هوای لندن چطوره؟ In London It's 19 degrees Celsius with clear skies and sun. شرکت‌ها نمایه‌ای را که از ما دارند پیوسته تکمیل می‌کنند. این مثالی است از آمازون که چه اطلاعاتی گردآوری و تحلیل می‌کند. محتوایی که دیده یا جستجو کرده باشید. اپ‌هایی که می‌بینیم بخشی از اقتصاد توجه هستند. در ازای خدمات معمولاً رایگان شما توجهتان را اهدا می‌کنید و اطلاعاتتان. این چیزی است که برای استفاده از فیسبوک به آن رضایت داده‌اید. ما از فعالیت‌های آنلاین و آفلاین شما و خریدهای شما از دیگر ارائه کنندگان دیتا اطلاعات دریافت می‌کنیم. این وب جهانگستر است که تخصصش تبدیل اطلاعات شخصی شما به یک متاع پرطرفدار است. مثلا فعالیت شما در وبسایت استارباکس به شبکه‌های اجتماعی‌تان ربط داده می‌شود تا به استارباکس اجازه دهد فعالیت‌های اعضایش را دنبال کند. دور تا دور ما حجمی تقریباً خارج از تصور از اطلاعات هست که به طور نامرئی ولی دائمی داره انباشته میشه. هر بار که به گوشی‌هامون نگاه می‌کنیم یا پرداخت آنلاین انجام می‌دیم، داریم به این حجم اضافه می‌کنیم. در حالی که شاید من و شما خیلی به فکر این نباشیم، قدرتمندترین شرکت‌ها در تاریخ بشر حسابی به فکر هستند. برای اونها اطلاعات شما مثل گرد طلاست. این حقوقدان میگوید مسئله همونقدر که درباره حریم خصوصی است، درباره قدرت هم هست. اگه یه محصولی رایگانه پس خرجش از کجا میاد؟ برای اغلب این شرکت‌ها شما کاربرید نه مشتری. مشتری معمولاً یک تبلیغات دهنده است که اطلاعات شخصی شما رو میگیره. مسئله اینه که شما هم حرفتون مؤثر باشه و قدری کنترل داشته باشید که اون اطلاعات چطور استفاده میشه. کاپیتالیست های تجسسگر تجربه بشری خصوصی شما رو میگیرن، اون رو به اطلاعات رفتاری تبدیل میکنن، اینطوری بسته‌بندیش میکنن که پیش بینی کنن حالا یا در آینده چی کار میکنی، اون رو میفروشن به مشتریان تجاری که منافع مالیشان ایجاب میکنه که بدونن در آینده چی کار میکنی. در جهانی که اطلاعات قدرتمندترین متاع است، لازم است خیلی عمیق‌تر به این سوال پرداخت که چه کسی اطلاعات ما را میداند و آن را در اختیار دارد. در حال حاضر چند شرکت اغلب در کالیفرنیا شرایط را تعیین می‌کنند. امول راجن، بی بی سی نیوز. فکر نمی‌کنم این گزارش در واقع قانعمون کرده باشه که اون متن‌های طولانی رو قبل از اینکه بخونیم و های اگری بزنیم جدی بگیریم، ولی به هر حال به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.